جناب آصفی، چند روز پیش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی داشتن. در این سخنرانی صحبت هایی کردن در مورد نارضایتی شخص خودشون از واردات گوشی ها یا تلفن های همراه آمریکایی. ایشون قبلا هم راجع به واردات از آمریکا تذکرهایی داده بودند، اما نکته قابل توجه این هست که در همون روز توییتر دفتر آقای خامنه ای در واقع در گوشی اپل ظاهرا میاد و آپدیت میشه و این خب به حال در رسانه ها منعکس شد و راجبش صحبت شد. ظاهرا امروز هم مجلس گروهی از نمایندگان در مجلس طرحی رو برای فیلتر کردن کلیه شبکه های اجتماعی تهیه کردن و قرار هست در صحنه علنی مجلس مطرح بشه این مسئله. خب چون این روی کردی با توجه به اینکه خود مسئولان دارن از این وسایل و از این فضای مجازی استفاده میکنن، آقای خامنه‌ای در توییتر به چند زبان فعال هست، دفتر ایشون و شخص ایشون و سایر مقامات هم حالا به صورت کم یا زیاد دارن از این فضای اجتماعی و اینترنت استفاده میکنن برای تبلیغات نظریات خودشون. چرا مقامات جمهوری اسلامی مردم رو مشخصا منع میکنن و این رو به ضرر مردم معرفی میکنن و چه نیاتی به نظر شما در پشت این داستان و این تصمیم گیری ها هست؟ بحثی که آقای خامنه‌ای مطرح می‌کند به اعتقاد بنده یک بحث گمراه کننده، یک بحثی است که با هیچ نوع نگری اقتصادی و تولید محور و تولیدی که مبتنی بر دانش باشه موضوعیتی من در صحبت‌های ایشون ندیدم. یه اپل استفاده نکنید، مگر ارز دولتی رو دید آقای خامنه‌ای؟ مگر اینکه کسی که الان داره وارد میکنه به طور شخصی ارز دولتی گرفته؟ اگر گرفته خب این رو نشون میدم. دو، اینکه به هر حال استفاده از گوشی های اپل یک بحث جدی در جامعه وجود داره، یک در جهان امروز وجود داره که به هر حال هر کالایی که ذخیره اندیشه و دانایی انسان رو و در درون خودش هم متمرکز بشه بالا ببره، انسان میره به سمت اون کالا. ما نمیتونیم منع بکنیم که چرا مثلا از اپل استفاده میشه، چرا جامعه داره از این استفاده میکنه. اون که ایرادی نداره، چه ایرادی داره؟ مشکل ما اساسا چیزی دیگه است. مشکل این است که نگاهی که ایشون داره میخواد بگه که ما مهم در دوران تحریم مثلا باید از جلوی کالاهای لوکس رو مثلا جلوش گرفت، در حالی که موبایل کالا لوکس نیست. موبایل چیزیست که الان نقش هم کامپیوتر رو داره، هم نقش اطلاع رسانی رو داره، همه گونه امکاناتی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از گوگل غیر ازاره در این موبایل ها تعلیه شده و تدارک دیده شده و ای کاش واردات کشور اصلا در همین قضیه بود. اما مسئله اصلی اینه که ایشون چون بخواد بگه که ما در شرایط تحریم هستیم و همین که بخواد بگه باید تولید کرد جامعه، اون میگه تمام سیاست های شما ضد تولیدی بوده، تمام رویه های شما ضد تولیدی. 40 سال کشور رو در تحریم گذاشتیم، برای چی؟ میشه موبایل اینقدر بالا بره؟ برای چی باید مثلا حتی کالاهای خارجی باید اینقدر بالا بره؟ این برمیگرده به این که ما در ایران هیچ گونه برنامه در دفاع از تولید فناورانه، تولید توسعه گرایانه که میتواند هم خلق مصرف ایجاد کند، هم به کالای قابل رقابت با خارج ایجاد بکنه، قابل صادرات ایجاد بکنه و حتی رقابت منظور جهانی. ما همچین مسئله رو در ساختار جمهوری اسلامی و در بینش خود آقای خامنه‌ای مطلقا نمیتونیم ورسد کنیم. ایشون در یک سال، در 3-4 سال پیش بحث اقتصاد دانشمندان رو به عنوان یک اقتصاد مقاومتی، خود واژه قشنگی بود، ولی وقتی میاد شما اقتصاد مقاومتیش میکنی، خب تعبیر اقتصاد جنگی ازش در میاد. بازم اگر مقاومت یک مقاومتی باشه که یک ایران به عنوان یک کشوری که میخواد بیاد در صحنه جهانی و قدرت مثلا منطقه‌ای اقتصادی بشه و
رقیب بشه برای سایر رقبا، بله مقاومت رو از اون منظر میشه، ولی از این منظر که مردم گرسنه بمانند، مردم از اپل استفاده نکنند، مردم از کالاهای خارجی استفاده نکنند، مردم بیان به سمت بنجوکری از چین که اون کارم تو خیلی از اخشاب اجبارا این کار رو میکنند، این به مفهوم اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دانش افزار، اقتصادی که بخواد جنبه صادراتی پیدا بکنه نیست، بلکه همون اقتصاد جنگیه. اون اقتصاد مقاومتی همون اقتصاد جنگی چیزی که جامعه ایران نمیطلبه، نمیکنه این کار رو. ما از سال 97 به این بعد جهش های وحشتناکی در خود مسکن داشتیم در ایران، ولی چرا باز مردم میرن در ترکیه خرید میکنن؟ آقای خامنه‌ای باید پاسخ بدید، مگر اینجا رشد مسکن، قیمت مسکن کمتر از ترکیه است؟ ولی باز میروند.